بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده میزگرد هفته. دو قطب خیر و شر از زمانی که بشر بر این کره خاکی میزیسته است وجود داشتند. کشمکش خیر و شر از همان روز ازل وجود داشت و تا به امروز شاهد اون هستیم. شر خود را خیر میداند و خیر من باب اولا خود را خیر میداند و در جهان امروز نیز برخی از قدرت ها مدعی هستند که قوه خیر مطلق هستند و مخالفین شر مطلق هستند. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که خیر مطلق را تشکیل می دهد و منادی وحدت امت اسلامی حامیان مستضعفان، بینوایان، فقرا، ایتام و مساکین هستند و برای در واقع ندای مستضعفان در جهان به داد ندای مستضعفان می رسد و قوه شر و وهابیت استکبار جهانی و دشمن شرق و غرب هستند که در واقع چوب لالای چرخ ایران انجام میدن و اجازه نمیدن تا اینکه خیر ایران به تمامی جهان برسد. موضوع وهابیت و اینکه از دیدگاه ایران وهابیت به عنوان قطب شر وجود داره و خود ایران فعالیت های در واقع توسعه طلبانی ایران در مناطق مختلف و دخالت های ایران رو در این برنامه با حضور کارشناسان مطرح خواهیم کرد. استاد عبدالقادر ترشابی نویسنده و مترجم و جناب آقای نجیب الله کابولی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان در این برنامه حضور داره و مطالب مرتبط با وهابیت و فعالیت و دخالت ایران در افغانستان مطرح خواهیم کرد. این برنامه ان شاء الله مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عبدالقادر ترشابی و سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای نجیب الله کابولی از حضور در برنامه کمال تشکر دارم. استاد ترشابی بدون اطلاع وقت سراغ مقدمه‌ای که در واقع نشد گرفته از خبری که در سایت خبرگزاری در واقع ایسنا منتقل، خبرگزاری دانشجویان منتقل نقل شد، این رو به این صورت در جلسه سه‌شنبه 5 شهریور ماه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی از وزیر سابق کشور تقدیر نمود. محمد ابراهیم رضایی نایب رئیس این کمیسیون در گفتگو با خبرنگاری پارلمان خبرگزاری دانشجویان ایرنا ایسنا توضیح داد به دلیل همکاری ها و ارتباطی که در زمان تصدی آقای نجار در وزارت کشور داشتیم، ضرورت دیدیم جلسه ای برای تقدیر و تشکر از ایشان داشته باشیم. در این جلسه اومده به این صورت کمیته امنیت گزارشی راجع به تهدیداتی که مبلغان وهابی در برخی مناطق دارند ارائه شد و اعضای این کمیته درخواست کردند کارگروهی برای برنامه‌ریزی در این زمینه تشکیل شود. مبحث وهابیت و مرگ بر وهابیت شعار دیگری است که در لیست مرگ ها اضافه شد و امروز در منابر جمعه زمانی که مرگ فرستاده میشه بر شرق و غرب، وهابیت نیز افزوده شد. دوست داریم این وهابیت را بشناسیم و اینکه چرا تا این حد وهابیت دشمنی داره با ایران و اجازه نمیده ایران به اوج در واقع قدرت برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمان عزیز برنامه آقای نجیب الله کابولی، بنده این گونه صحبتم رو آغاز بکنم که ما در دنیای اسلام و جهان اسلام همه میدونن که ما نکته‌ای به نام مذهبی و دینی به نام وهابیت نداریم، بلکه سیاست مداران جهان برای اینکه هر کس برای اینکه بتواند مخالفین خودش را با یک اسم و یک لقب سرکوبشون بکنه و از بین ببرد، در کشورهای مختلف و جاهای مختلف از یک اسم برای سرکوب کردن مخالفین خودشون استفاده میکنن. به عنوان نمونه ولایات متحده آمریکا یا آمریکا در واقع برای زدن و از بین بردن مسلمانان از کلماتی مانند تروریسم، از کلماتی مانند تندرویان اسلامی، افرادگرایان اسلامی استفاده می کنند و امروزه ما می بینیم در جهان در واقع چه جنایت ها و خیانت هایی که انجام نمی دن. کلمه وهابیت انظر تاریخی استفاده هایی داشته، اما گسترده ترین استفاده اش انظر تاریخی در نهضت آزادی هند استفاده شده. در اونجا وقتی که مسلمانان به مبارزه با انگلستان پرداختند و در واقع دست به مبارزه مسلحانه زدند، به ویژه سید احمد شهید و سید اسماعیل شهید در هند، انگلیس برای اینکه مسلمانان مبارز و واقعی رو که در برابر استعمار انگلیس ایستاده بودند بدنامشون بکنه، در اونجا از کلمه وهابیت استفاده کردند و گفتند اینها وهابی هستند و تا حد زیادی هم موفق شدن مردم و قبایل بالاکوت و اون سرزمین هند رو علیه مسلمانان شوروندن
که این حرکت باعث به شهادت رسیدن سید اسماعیل شهید و سید احمد شهید در اون منطقه گردید. و جالب این هست که این مطلب رو آیت الله خامنه ای در کتابی که جمع‌آوری کرده به نام نهضت آزادی هند و نقش مسلمانان در آن درش پرداخته. امروزه دقیقا همون چیزی که آقای خامنه ای خودش، جناب خامنه ای خودش در واقع نوشته که انگلیس از این مارک استفاده کرده، متاسفانه امروز در حکومتی که رهبریش رو آیت الله خامنه ای بر عهده داره، از همین اسم برای سرکوب مسلمانان اهل سنت داره استفاده میشه. محرومیت هایی که ما در داخل ایران به طور کلی داریم، تبعیض ها، جنایت ها، خیانت ها، ترور هایی که صورت گرفته، زندانی ها، شکنجه ها، همه به این اسم صورت میگیرند که ما داریم با وهابیت مبارزه میکنیم. و با این خبری که الان شما در خبرگزاری ایسنا، در واقع از خبرگزاری ایسنا خوندید، این خبر خودش نشون میده که از این به بعد میخواهند مبارزه با اهل سنت و سرکوب اهل سنت را به نام مبارزه با مبلغان وهابیت و وهابی بودن در واقع قانونیش بکنند، رسمیش بکنند و بتوانند اینگونه در واقع علیش مبارزه بکنند. و شاید ایران داره اشتباه میکنه، به خاطر اینکه دست ایران امروز در دنیا رو شده و این تنها دیگه به اصطلاح جریان فکری سلفی نیست که در دنیا با شیعه مشکل داره، بلکه جهان اسلام به طور کلی با حرکت صفوی که در ایران وجود دارد و نباید اسمش شیعه گذاشت، بلکه رافضه‌گری باید اسمش رو و رافضی گذاشت، فکر میکنم دیگه الان این حناشون رنگی نخواهد داشت و بعد از این دیگه تحت این شعار در واقع کار زیادی نتونند. متشکرم استاد شبی. جناب نجیب الله کابلی بحث ایران میگه ندای مستضعفان افغانستان رو لبه گفت، شیعه و سنی براش مهم نیست. ایران با وجودی که میگه در بحران و فاجعه اقتصادی امروزه به سر میبره، اما لقمه اینان را از ملت و مردم خودش، از حلقه مردم خودش بیرون کشید و اون رو تقدیم کرد به مردم افغان ها و برای عمران و آبادی افغانستان این اقدام رو نمود و حتی خود افغان ها حاضر میگه نبودن به برادران شیعه در واقع وزارتخانه تقدیم کنن، تا اینکه با برکت ایران و آمریکا وزارتخانه ها به برادران شیعه در افغانستان داده شد. سوال مطرح میشه که ایران مدعی است این اقدامات ایران اقدامات خیرخواهانه است، اقدامات در زمینه عمران آبادی و قضیه فرهنگی و اجتماعی است و اصلا در امور سیاست افغانستان دخالت نمیکنه و این نشأت گرفته از همون ندای لبه گفتن ندای مستضعفان جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنود و یا کنستعین. ما هم سلام خدمت بیننده‌های تلویزیون جهانی کلمه تقدیم میکنم، بالخصوص که تلویزیون در افغانستان هم بیننده‌های زیاد خود داره و مردم بسیار مشتاق دیدن برنامه‌های تلویزیون کلمه هستن. هم خدمت استاد محترم سلام تقدیم میکنم خدمت خود شما. ببینین در افغانستان ایران کمک میکنه، اما کمکش به مردم افغانستان نبوده، فقط این کمک ها به خاطر مداخله گریشان است، به خاطر که از داخل افغانستان بخواهند باز چیزها را سپوتاج کنند به مو خاطر است. یعنی از وقتی که یادم میاد زمانی که من خرد بودم روسا داخل افغانستان شدن، از اون زمان تا فعلا به یادی خود ما هر نوع کمک که به اصطلاح خود ایران کرده در مقابلش سه چیز از افغانستان خواسته. مثلا اگر یک وقت در ولایت نیمروز یک کیلومتر سرک ما را پخته کرد، اما در مقابلش که هر متر مکعب ما اگر ما یک دلاری را ببینیم در هر ثانیه، در یک ثانیه 1200 متر مکعب آب افغانستان را میخوره. و این کمکش طور است که مقطعی است، یعنی کمک نیست که مثلا به خاطر هماهنگی مردم افغانستان، به خاطر بازسازی مردم افغانستان، به خاطر مسلمانای افغانستان این کمک نیست. مداخلات ایران در امور داخلی افغانستان یا کمکایشان نو مداخله است. مثلا شما ببینین فعلا در یک کابل، ما براتون مثال میتونم، در کابل پیش از 700 مراکز فرهنگی فقط در غرب کابل ساختن، چون غرب کابل مناطق است که شیعه نشین است، مربوط به خودشان است. البته کل شانه ها میگن که مربوط به خودشان است، حتی بعض شیعایی که از خود ایران میان از آرای افغانستان از نظام متنفر است، چون زیاد ظلم از اینا را دیده بله. اما یک تعداد رهبرای خود فروخته شده که مربوط به ایرانی هاست فعلا داخل افغانستان است که کمکایشان لبیک میگه. امی 700 مراکز فرنگی را که اینا در غرب کابل تاسیس کردن،
اگر می بردن در مناطق اهل سنت تاسیس میکردن، اگر می بردن در مناطق پشتونشین میکردن، ما افغان ها میگفتیم که یک کمک است به مردم افغانستان. اما برعکس، این که کمک نیست، یک مداخله است در امور داخلی افغانستان، یک جنایت است. اینا ایستا ایستا میخواهند که مناطق چاردی زمین کابل که فعلا به اسم غرب کابل ماندن به قسم جنوب لبنان تبدیل کنند، که فعلا به قسم جنوب لبنان تبدیل شده. ما پیش از ما این مبارک رمضان در روز به رمضان مانده بود که ما یک تظاهرات مردمی را کشیدم بر شهر کابل که از تمام رسانه‌های افغانستان نشر شد. در اونجا ما نگرانی خود گفتیم به نظام افغانستان، گفتیم بر آقای کرزی، گفتیم به معاونینش، گفتیم بر پارلمان افغانستان، گفتیم که ما نگرانی ازی داریم که آیستا آیستا افغانستان و منطقه غرب کابل میره به طرف جنوب لبنان. ما مثالایی را آوردیم، مثلا در ایراد شرک را به نام شرک جبرائیلی جور کردن، در بامیان افغانستان، در بیسود، در خود کابل. یعنی مداخلات از یا تورز در امور داخلی افغانستان که فعلا حتی خود مردم شیعه افغانستان هم رسم میکنن. شما زمان دیدین که عکسای خمینی را در کابل بالا کردن، خود مردم تشیع افغانستان خیست علیه خمینی عکسایش پایین کردن، گفت شما بگذارین که ما با مردم افغانستان آرام زندگی کنیم. چرا شما زندگی آرام ما را نارام میسازین؟ چرا مردم اهل سنت افغانستان هم این امرای ما دشمن میسازین؟ حتی تشیع افغانستان در مقابلشان خیست. به مو خاطر فعلا ما که شخصا ما و مردم افغانستان مداخلات ایران که میبینیم در دانشگاه افغانستان یا پوانتون افغانستان بگوی مداخلاتشان است. دانشگاهی به نام دانشگاه پیام نور ساختن که در اونجا به جاسوسای خود، کسایی که از افغانای خود ما از جاسوس ایرانی است، بر اونا لیسانس میتن، دکترا میتن، چون در قانون اساسی افغانستان آمده کسی که تحصیلات عالی نداشته باشه با وزارت را پیدا کرده نمیتونه. اما می دستگاه‌های استخبارات ایران یا سپاه پاسداران ایران که دانشگاه پیام نور مربوطشان است، از اونجا برای جاسوسای خود اسناد میفرستن. به مو خاطر مدرسه خاتم النبیین که در اصلش شیخ آصف موسی نیست، خود از این نمایندگی از قوم ایران میکنه که فقط در اینجا آمدن امی شوی صفوی را یا میگرن زیاد میسازن، که در اونجا ما ببینیم یکی از مراکزهای بزرگ را که ایرانیا اکمال میکنن بعد از قوم ایران، امی مرکز است که فعلاً به نام خاتم النبیین ساختن. اعتراضی که مطرح میشه میگه در مقابل خود افغانستان زمان حکومت طالبان همسایه خوبی برای ایران نبوده و همیشه ایران در واقع تحت تهدید طالبان قرار میگرفته. خب و این قضیه متبادل هست. اینو ما فعلاً میبینیم که قدرت ایران در امور داخلی افغانستان که از طرفدارای زیاد میشه، البته ای از به اصطلاح خودشان از برکت امریکاست. میبینین که یک بستر مشترک مثلا در عراق امریکا و ایران هموار کردن. در اونجا شما میبینین که تا چارایایی که به نام حضرت عمر عدالانو بود او را اوسو کردن به نام ابولولو ماندن. اما طور عین بستر در افغانستان هم گرفتن تا امریکایی و ایرانی ها مشترک هموار کردن، مثلا به کمک امریکایی ها رسیدن که صاحب قدرت باشن. به مخاطر که پیشتر هم شما مسئله وهابیت سلفی را شما مطرح کردین، هر اهل سنت که صدای خود بکشه به ضد نظام ایران، او را هم یا آخرین تا پیش نمیست که یا سلافیست یا وهابیست. مثلا من نجیب کابلی، یک بچه مسلمان، دای مبارزه میکنم به ضد نظام ایران، اما دای ما را تها میزنن کی وهابیست. در صورتی که من یک بچه مسلمان هستم، رفتارم به یاکن عبد یاکنستین است، ما خدا و قرآن و پیامبرش قبول دارم. از این که زیاده ما قبول نداریم، از این که ما زیاده قبول نداریم، هر اهل سنت همین تا پر میزنه، خصوصا اهل سنت که خواسته باشن خصلت از این نظام شیطانی رو بر مردم برملا بسازن، این رو زود همین تا پر میزنه. مطلب داشته باشیم باز خواهیم گشت. استاد توشوی، مطلب پیرو فرمایشات جناب آقای کابولی فرمودن، بحث این که وهابیت در واقع مخالفین فکر کت خدای حاکم بر ایران یا فکر ولی فقیه، کسی نپذیر وهابیت هست. از اون طرف میگه نخیر، اهل سنت برای ما وهابی نیستن، مشکل ما با وهابیت است. وهابیت کسانی که توسل رو قبول ندارن وهابی هستن، کسانی که ساخت گنبد بارگاه رو جایز نمیدونن وهابی هستن، کسانی که به هر صورت و میگه ما مشکلی با اهل سنت نداریم، مشکل ما با وهابیت است و این وهابیت است که امروز مانع پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جهان داره میشه و همصف استکبار جهانی ایستاده. البته یک قسمت از این حرفشون این که وهابیت یا به اصطلاح سلفیت
ازش صحبت میکنند، وهابیت که ما در دنیا نداریم، اون چی که ما داریم سلفی ها هستن در دنیا که در برابر طرحهای جمهوری اسلامی و توسعه طلبه هایی که جمهوری اسلامی داره در برابرش ایستادن. و این نکته به حق است من به این نکته اشاره بکنم که در واقع ایران یک وهابی حراسی ایجاد کرده و این سعی میکنه در دنیا منتشرش بکنه. اون تفکر و اندیشه‌ای که در برابر توسعه طلبی های ایران ایستاده جریان سلفیت هست، که در واقع اگر سلفیت رو در یک جمله ما تعریف بکنیم همون اهل سنت و جماعت هستند. یعنی چی؟ وقتی ما صحبت از سلفیت میکنیم، سلفیت یعنی پیرو سلف صالح و گذشتگان صالح. و سلف صالح چه کسانی هستند؟ صحابه هستند، تابعین هستند، تبع تابعین هستند، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد ابن حنبل، این ائمه بزرگوار تابعین و تبع تابعین هستند. تنها تفاوتی که و اهل سنت و جماعت هم همین، یعنی پیرو سنت پیامبر و پیرو جماعت صحابه و تابعین و تبع تابعین. در نتیجه از نظر ریشه‌ای و عمقی سلفیت صرفاً یک گرایش فقهی در میان گرایش‌های فقهی متفاوت در میان اهل سنت هست و هیچ تفاوتی از نظر اصولی و فکری و اعتقادی اساساً با اهل سنت ندارد، به جز یک سری اختلافات جزئی در مسائل فرعی و فقهی که من فکر میکنم اهل سنت عموماً این قضیه رو میدونن و اختلافات جزئی که وجود دارد در واقع ارزش اینی که ذکر بشن ندارن. یکی رفیده میکنه، یکی رفیده نمیکنه، یکی نامین با صدای بلند میگه بعد از فاتحه و یکی نمیگه. اینها مسائل بسیار جزئی هستند، ولی متاسفانه ایران به دنبال این هست که در مناطقی که شناخت کمتری وجود داره نسبت به این قضیه، این شعارها رو علم بکنه و اختلاف بیاندازه. آقای کابولی به نکات جالبی اشاره کردن، بگذارید من هم به نکات بپردازم تا ثابت بشه که ایران در واقع تنها با سلفیت یا تنها با وهابیت یا با یک قشر خاص مخالف نیست. طالبان یک گروه سنی حنفی مذهب و متعصب در حنفیت اتفاقا بودند که ما دیدیم که چگونه ایران با آمریکا همکاری کرد و طالبان رو ساقط کرد. ایران در پاکستان در واقع سنی کشی به راه انداخته که در برابر این سنی کشی که در پاکستان راه انداخته سپاه صحابه ایستاده و لشکر جنگوی ایستاده که اینها خودشون حنفی مذهب هستن و در چارچوب مذهب حنفی حرکت میکنن. اون چیزی که در عراق میگذرد، مگر مردم عراق سلفی هستن؟ همه مردم عراق سلفی هستن که ایران با توجه به گروه های فشاری که در عراق داره و نیروهایی رو که در ایران تربیت کرده اونجا دست به سنی کشی میزنه. اون چیزی که امروز حزب الله در سوریه داره انجام میده، در واقع آیا مردم سوریه سلفی یا وهابی هستن؟ زنان و کودکان سوریه که ما دیدیم در بمب‌های شیمیایی اخیراً که به کار بردن چگونه کشته شدن. درش در یک کلام میخوام بگم که شاید تا چند سال پیش اینی که ایران یک سری افراد رو متهم به وهابیت بکنه و متهم به سلفیت بکنه و اینگونه در واقع خواسته باشه اونها رو در جامعه منزوی بکنه یا تبلیغاتی علیه اونها بکنه یا ترور شخصیت بکنه تا حدی تأثیر داشت، بله. اما با حرکت‌هایی که فعلا داره در افغانستان، در پاکستان، در سوریه و در عراق انجام میده، من فکر میکنم که مشخص هست که متاسفانه روی کردی سنی کشی و سنی زدائی داره. مطلبی که مطرح فرمودین گفتیم چه؟ ببینید، میگه ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، برادر هستیم و بودیم، به هر صورت از این مطالبی که خود سران بین برادران کاش اجازه بدن تو تهران یک تلویزیون بزنن، یک مسجد بزنن. خوب. شاید من باب وحدت امت اسلامی صلاح نیست. برصد میگه مطرح میگه سوریه هم برادران سنی بودن قبل از اینکه این قیام صورت گرفت. حالا که قیام صورت گرفت وهابی شدن. و این وهابیت هستن که آتش فتنه به راه انداختن، این وهابیت هستن که برادرکشی راه انداختن، این وهابیت هستن که در عراق، در پاکستان، در غیر و غیره همه رو کشتن. اما برادران اهل سنت هیچ نوع مسالمت‌آمیز هستن و ما با اهل سنت مشکل نداریم، مشکل ما با وهابیت است. این واژه‌ای که بارها ارائه میشه، وهابیون هستن که آتش فتنه در واقع می در منطقه راه انداختن. ما تا قبل از به وجود آمدن جمهوری اسلامی، یعنی دقیقاً 34 سال 35 سال پیش، با وجود اینکه سلفی ها در تمام جهان اسلام منتشر بودند و وجود داشتند، کلمه‌ای که اونها به عنوان وهابیت ازش استفاده میکنند، ما درگیری در میان شیعه و سنی یا شیعه کشی و سنی کشی نداشتیم. بعد از به وجود آمدن جمهوری اسلامی و تحریک شیعه های دنیا علیه اهل سنت و دست زدن به قتل و ترور و غارت،
اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد شد و جنگ شیعه و سنی راه افتاد. شما یک نمونه شو من به عنوان مثال ذکر میکنم. در سوریه به عنوان مثال که مردم الان حضور دارند، مردمی قیام کردند در برابر بشار اسد بعثی علوی کافر که طبق فقه خود شیعه هم ایشون کافر به حساب میاد، علوی هست و کافر هست و بعثی هست، یعنی در واقع به اقتصاد سوسیالیستی معتقد هستند و کافر هستند، اما مردم قیام کردن تا از دست این ظالم و ستمگر نجات پیدا بکنن. اما چه شد که جنگ سوریه داره به طرف جنگ مذهبی میره؟ اگر دخالت‌های ایران در سوریه نمی بود، حضور حزب الله در سوریه نمی بود، کمک در واقع شیعه های مختلف به نظام علوی نمی بودن، این جنگ تبدیل به جنگ مذهبی در واقع نمی شد، اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم. پس خلاصه سخن این هست که اون چه که امروز ما در دنیای اسلام میبینیم از قتل و ترور و غارت به نظر بنده نتیجه مداخله مستقیم ایران در کشورهای مختلف و نمونهش افغانستان هست که ما میبینیم و استاد به خوبی گفتند که چگونه در افغانستان دارن در واقع گروهک‌های تروریستی تشکیل میدن، مانند اینکه در جنوب لبنان تشکیل دادن، میخوان در غرب کابل هم تشکیل بدن، کاری که متاسفانه من فکر میکنم در طولانی مدت نه به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران هست و نه به نفع شیعه هست، به خاطر اینکه شیعه یک اقلیت محدود در دنیا هستن و با این حرکت هایی که ایران داره انجام میده باعث نابودی این اقلیت در دنیا میشه. متشکرم استاد شبی. جناب کابلی بحث میگه ایران امروز اگر در افغانستان داره فعالیت میکنه و به خصوص به مناطق شما فرمودین در غرب کابل توجه میکنه، علتش میخواد یک نوع موازنه قوا، یک نوع تعدیل قوا ایجاد بشه، بر صورت خود افغان ها میگه حاضر نیستن، من عذر میخوام اینو به منباب این که مطلب ایران میشه، حاضر نیستن وحدت بین شیعه و سنی ایجاد بشه، حاضر نیستن به برادران شیعه در افغانستان در واقع فضا داده بشه از اونها استفاده بشه، به همین دلیل ایران ناچاره این وزنه فراموش شده رو بیاد به نحوی تقویت بده و بیاد توجه کنه به مناطق صرف شیعه تا اینکه به اهل سنت افغانستان توجه بکنه. ببینین نظام ایران فعلا ده خطا میره، به خاطر به خطا میره در هر جایی که شویه ایره که دستش میگیره او شویه را به فردایش خودش ایران نظام ایران ده گور میسازه. به خاطر از این مثلا شویه افغانستان اگر کمک ها میکنه به این معنا کمک نمیکنه که شما بری با سنی افغانستان وعدتتان یکی کنیم. زمانی که شیعه افغانستان کمک میکنه نظام ایران، نظام آخوند ایران بر ازیا میگه که شما دشمن که دارین، دشمن شما نه عیسویت است نه یهودیت است، دشمن شما اهل سنت است که بعد در مقابل ازی آماده شید. به می خاطر مثلا در افغانستان ما تقریبا 8% 9% از 100% که بگیریم ما تشیع داریم، 92% دیگه مردم افغانستان اهل سنت است. امروز اگر نظام ایران سرمایه داره اینا را کمک میکنن، اگر سوای کی نظام سرنگون میشه در اونجا یک نظام دموکراتیک دیگه میاد، یک نظام میاد که مذهبی شیعه نمی باشه، باز به شیعه افغانستان کمک کرده نمیتونه، خود به خود شیعه افغانستان دشمن میسازه به اهل سنت. ما تا از شیعه افغانستان خواهش میکنم که شما این کمک برتان نیست، شما را فقط میخوان که با مردم افغانستان دشمن بسازه. به مو خاطر تا زمان به نظر خود من تا زمانی که این نظام سرنگون نشه مردم اهل سنت، نه مردم اهل سنت نه مردم اهل تشیع دیگه کشورها روی آرامی رو نمیبینم. من شخصا یک زمان نمیخواستم که فکر کنم که نظام ایران سرنگون شه، فقط من در فکر ازی بودم شخصا که ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. زمانی که یک بچه خرسن افغانی به نام عباس که خودش از مردم اهل تشیع بود، این بچه خورتن زمانی که از خود میخواست که دفاع کنه در ایران سرش تجاوز میشد، بازی یک نفر از مردم ایران که مربوط به نظام بود کشته بود، بازی رو بالاخره از سن 14 سالگی نگاه کرده بودن تا 18 سالگیش که رسید ایره به دام برابر کردن که دام شد. باز به خاطر از اون من در کابل یک تظاهرات کردم که در اون زمان باز آقای خاتمی با امرای رئیس جمهور ما هم به تماس شد که شما دیگه علیه نظام ایران تظاهرات گسترده نسازید، همین موضوع رو ما کوشش میکنیم حل کنیم، که باز موضوعی از اعلام شد. ما اول در فکر از این بودیم که نظام ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه و افغانای ما را ناحق دام نکنه، مثلا تبادله نکنه، مثلا در یک قاچاق مواد مخدر اگر یک ایرانی هم گیر می آمد به جایش افغانی را تبدیل می کردن.
مثلا اگر او افغانی که مزدورشان بود با او کمک هم میکرد توسط از او مواد مخدر امکان داشته کوچه اروپا میرسان، اما افغانی که اثر کار میگرفتش، یا افغانی که اهل سنت بود، یا افغانی که مسلمان بود، او را به بهانه های گوناگون میبردن ادام هم میکردن همه چیز. بالاخره ما و ازم ما به این نتیجه رسید که فعلا ما به این اکتفا نمی کنیم که ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. بعد ما با تمام برادرای ما، با تمام برادرای اهل سنت ما، با تمام برادرای مسلمانای ما در کل جهان است، چی سیاه، چی سرخ، چی سفید، چی در افریقا، چی در اروپا، چی در امریکا، دست به دست بتیم با برادرای مسلمان ما که تا این نظام شیطانی سرنگون شه، که ما مردم افغانستان هم بتانیم کارام زندگی کنیم و مردم ایران هم بتانن به حقوق خود برسن. فعلا اگر ما از مداخلات ایران برای شما بگویم، مداخلات فرهنگی داره، مداخلات سیاسی داره، مداخلات نظامی داره. همونطور که شما در ایران میبینید سپاه قدس ایجاد شده، همونطور میبینید در افغانستان سپاه قدس ایجاد کردن، همونطور که شما میبینید به نام نیروی مهدی در ایران هم ایجاد کردن، فعلا هم در اینجا. شما زمانی که در مرکز کابل یک کوی بلندشه که ببینید به نام کوی تلویزیون، در اونجا نوشته کردن که یا مهدی، در صورتی که مردم اهل سنت افغانستان 92% کس باورشان به این چیزا نیست. مردم هایی هستن که کلشان مردم های موحد هستن، مردم هایی هستن که خدا و قرآن حدیث قبول دارن، مردم های اهل سنت جماعت هستن، اما توسط پول خود سر کود مرکز کابل آمده نوشته کردن که ظهور مهدی نزدیک است. این کی کرده در سر کوی بلند؟ این به کمک پول از اومیان. مثلا شما میبینین ما بچه کابل هستم، هیچ وقت در کابل ما ندیده بودیم که چارایای ما سیاپو شوه، اما فعلا دای محرم که میشه از طرف سفارت ایران میلیون ها دلار کمک میشه، چارایا سیاپوش میشه، کوشش میکنن که با قسم ازبای فاشیستی برن قدرت خود نمایش بتن در دای محرم، که فعلا نی تنفر در بین در مقابلشان تنفر ایجاد کرده. شما در محرم گذشته با یاد دارین که رفتن در پوانتون کابل در مسجد اهل سنت با بوت کثیف خود، با پای کثیف خود می درآمدند که مسئولین مسلمان مانعشان شد، حتی شارک گردن یکی از مسئولین، یکی از مردم تشیع دندان کرده بود که فعلا دندان کنده بود که او فوت کرد، بدن منجر به تعطیلی پوانتون کابل شد از طرف رئیس جمهور افغانستان. اینا کلش مداخلات شیوعی خود افغانستان است، مداخلات نظام ایران است که توسط یک تعداد شیوعی و رهبرای خائن عالی دست خود قرار دادن در مقابل ما افغانا آمدهش میسازن. به مو خاطر فعلا باور ما و باور حزب ما است که ما باید با تمام مسلمان های جهان متحد شویم و آگاهی بدیم که دشمن دشمن مشترک است، یا دشمن نه افغانی هستن نه دشمن پاکستانی، یا دشمن مسلمان های دنیا هستن یا دشمن اهل سنت جماعت هستن. اهل سنت ولو که به هر فرقه باشه، چنان که استاد گفت، شما یا لسلیفی گپ میزنین، امروز الحمدلله در شهر کابل که ما زندگی میکنم، مولوی صاحب متوکل یکی از عالمای بزرگ که فعلا پیش از 10 مسجد بسیار مشهور کابل که در کمپانیست ما نامی برم، در شهر نو نامی برم که مسجد بود، فعلا اینجا سلیفی ها موجود هستن. ما با سلیفی، ما با وهابی، با یکیش ما مشکل نداریم. ما به اهل سنت ولو انیفی مذهب باشه، شافی باشه، مالکی باشه، غیر مذهب باشه، ما هیچ مشکل نداریم. مشکل است که از طرف ایران انداخته میشه در بین ما، اما انشالله و رحمان مسلمان ها هوشیار هستن، میفهمن که کل ازی جز از دهان از یا که میبرن به خاطر نفاق مسلمان است. شما ببینین، نه شما تا بال کدام مدرک دارین که کدام انیفی مذهب یا کومه کده باشه، نه مدرک دارین که شافی مذهب کده باشه، نه مالکی ره، نه امبلی ره، نه سلیفی ره خونه بیخی دشمن خود میدانن. به مو خاطر فعلا مردم اهل سنت هم اوشار شدن، امی که اسمش اهل سنت شد، امی که رای روشش به یا که نبوده یا که نستعین شد، میفهمه که دشمن اصلیشان نظام ایران است. یک مطلب عذر میخوام، یک ابهام اینجا مطرح میشه. ببینید، شما فرمودین که بحث ایران میاد و فقط صرف شیعه رو در نظر گرفته. خب از اون طرف هم گفته میشه عربستان میاد در افغانستان صرف اهل سنت رو در نظر میگیره و دانشگاه‌هایی ساخته. من برصد بر اساس این ابهاماتی که مطرح میشه این، و عربستان داره مثل ایران اونجا در افغانستان به رقابت پرداختن، اون توجه به مناطق سنی میکنه، این توجه به مناطق شیعی میکنه، اینو چی میگی؟ ببینین، مردم افغانستان فعلا 99% اهل سنت داره، مسلمان است، متوجه هستی؟ به مو سبب تا بال
شما اید ندیدین که مداخله که مثل ایرانی ها میکنه عربستان سعودی امور داخلی افغانستان داشته باشه؟ مثلا عربستان سعودی همیشه اگر یک کمکایشان بود، کمکایشان به اصل مداخله نبود که یک توازن ایجاد کنه. مثلا ما هیچ وقت کمک عربستان سعودی را ندیدین که به اهل سنت کمک کرده باشه، گفته باشه شما از افغانستان شیعه را شکن کنین. مثلا اگر کدام وقت مسجد ساخته با خیر مسلمانای دنیا ساخته، اما برعکس زمانی که یک کس که از قم فارغ میشه، هیچ وعده بر از او نمیگه که برو دشمن اصلی تو فعلا یا عیسویت است یا یهودیت است یا تو برو در مقابل کفر مبارزه کن. او کسشان که از قم فارغ میشه بر از او میگه که شما فعلا به دشمن اصلیتون که اهل سنت است روبرو میشین. به مو خاطر است که ما مثالای بسیار زنده و بزرگ داریم. شما ببینین زمانی که ما از نظام ایران گلایه نداریم، جمهوری اسلامی گفته ما نمیتونم میشه گلایه نداریم که چرا در تهران یک مسجد اهل سنت نیست، به خاطر نیست که نمیگذارن و ما گلایه هم نداریم که چرا نمیمونن. اما ما از تمام مسلمان ها خواهش میکنیم که به این صحبت های ما توجه داشته باشن که چرا بعد از ایتالیا مشهورترین کلیساها در تهران باز است، بعد از اسرائیل عبادتگاه برای یهودا در تهران باز است، باز چرا یک مسجد جامع بر اهل سنت نیست؟ این سوال باز برشان حل میشه که دشمنی نظام ایران با اهل سنت است، نه با عیسویت است، نه با یهودیت است. متشکرم آقای کابلی. طبعا اهل سنت در واقع در تهران میهمان سفارتخانه افغانستان بوده برای نماز جمعه و در عربستان در سفارتخانه عربستان سفارتخانه پاکستان نماز میخوندن تا اینکه این سفارتخانه ها هم بسته شد به برکت نظام ولی فقیه که خود را ولی نماز خونه نه نماز خونه ها در این سفارتخانه ها بسته شد و دیگر برای اینکه حفظ وحدت امت اسلامی بشه مسلمانان حق ندارن. اینمی جواز رو میخوایم یک گپا یادم آمد. ببینین فعلا به نام اخوت بین اهل سنت و تشیع بنیادهایی را در افغانستان یا برپا کردن، میرن یک تعداد ملاوای اهل سنت که اونا خودشان بسیار مردمای سستنصر است که از دین خود بیخی بیخبر هستند، اونا را میبرن به ایران پول میتن گمراهشان میسازه که ما بین شما اخوت ساختیم. کو چند ملاوای محدود هم که هست که گفتم از دین خود صحیح خبر نیستن، از قرآن درست خبر نیستن، تا تهران میرن که چیرای از اونا رو فعلا مردم افغانستان شناختن. الحمدلله امروز در افغانستان آگاهی مردم آنقدر به خاطر نظام ایران شناسی زیاد شده، نه به مردم ایران ما احترام داریم، مردم نیک هستن، مردم با فرهنگ هستن، همسایه خوب هستن، برای ما همسایه خوب می باشن و بعد ما باشیم نظام انشالله یا امروز میره یا سبا میره. همونطور که مردم ایران از این نظام بیزار است، همسایه های شما است، تمام مسلمان های دنیا از مداخله بیزار است. اما چهره یک تعداد مزدورایی را که به نام اخوت کته خود یک جایی کرده، اونا هم برای مردم افغانستان افشا شده. استاد توشوی بنون آخرین سال و ما تقریبا به پایان برنامه وقت کاشنا در واقع رسیدیم. خب در واقع در مجلس شورای اسلامی سه شنبه پنج شهریور ما ارائه شد به این که بایستی در واقع کارگروه هایی برای مبارزه با مبلغان وهابی تشکیل بشه و امروز در زندان رجای شهر کرج و دیگر زندان ها در کرج 270 وهابی به تعبیر نظام زندانی هستند. 10 نفر از اونها اعدام شدند، 20 نفر دیگر هم در لیست اعدامی هستند چون توسل رو قبول نداشتن بنا به اینکه برچه وهابی بودن. به عنوان آخرین مطرح، اولا چرا ایران اصلا با سلفیت حالا یا وهابیت هر نامی می‌گذاریم تا این حد مشکل داره؟ مگر سلفیت به عنوان یک تصور عقیدتی هستند یا این یک تصور سیاسی هستند؟ وهابیت که تا این حد ایران برای سرکوب وهابیت سرمایه گذاری میکنه، تا جایی که خانه ملت بایستی به این موضوع بپردازد و در لیست مرگ بر استکبار جهانی مرگ بر وهابیت هم درج میگیره و به عنوان دشمنان شرق و غرب استکبار جهانی. سوال جالبی است. اولا باید گفت همونطوری که در صحبت‌های گذشته بنده و استاد کابلی هم به مطلب پرداختن، ایران نه تنها اینکه با سلفیت مشکل داره یا به اصطلاح اونها با وهابیت مشکل داره، با کل اهل سنت مشکل داره. دلیلش این است که در این سه دهه و نیم گذشته هم سلفی کشته و هم غیر سلفی کشته، مساجد رو خراب کرده، مدارس دینی رو خراب کرده، مداخلاتی که در کشورهای همسایه کرده، در افغانستانی که حنفی مذهب هستن، در پاکستانی که حنفی مذهب هستن، در سوریه و در عراق با همه مشکل داره.
اما مشکلش قطعا با سلفی ها در به اصطلاح بیشتر هست. شاید دلیلش این باشه که حرکت های اسلامی اهل سنت در جهان اسلام اگر ما یک تقسیم بندی کلیشون بکنیم به سه دسته تقسیم میشن. یک سری حرکت هایی هستن که صرفا جنبه اصلاحی و تزکیه‌ای دارن، مثل جماعت تبلیغ و گروه هایی که مشابه جماعت تبلیغ هستن. یک سری حرکت هایی هستن که بیشتر بعد سیاسی دارن، مثل حرکت اخوان المسلمین و حرکت هایی که در واقع در چارچوب این میچرخند. و یک سری حرکت هایی هستن که بیشتر بعد عقیدتی و فکری دارن و اون حرکت سلفیت هست که اساسا نگاهش به قضایا یک نگاه اعتقادی و فکری است. و شاید از اونجایی که سلفی ها از روز اول تشخیص داده بودند که در واقع نظام ایران یک نظام شیعی رافضی مبتنی بر شرک و کفر و الحاد هست و در واقع با سب و شتم صحابه رسول الله و اعتقادات خاصی که داره در واقع نمیتونه با اهل سنت جور در بیاد، از روز اول جریان فکری سلفیت در جهان اسلام در برابر نظام شیعی عکس العمل نشون داد و اینها رو نپذیرفتن، برخلاف حرکت های اسلامی دیگر مثل حرکت اخوان المسلمین، حرکت جماعت تبلیغ، بسیاری از حرکت هایی که در عالم اسلام وجود دارند به خاطر شعارهایی که ایران میداد، ضد شعارهای ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی، شعار نه شرقی و نه غربی، تونست تا حد زیادی اعتماد این حرکت ها رو در واقع به خودش جلب بکنه. اما ما دیدیم که در عمل کردش در این 35 سال به گونه ای بود که امروز در جهان اسلام نه سلفی نظام ایران رو تایید میکنه و این حرکت رو تایید میکنه و نه غیر سلفیش. و نمونه آخرش آقای دکتر یوسف قرضاوی بود که در آخرین صحبت هاش گفت که علمای عربستان سعودی که اساساً علمای سلفی مذهب هستند و از ابتدا با نظام ایران اعلام مشکل کردن، دکتر یوسف قرضاوی به صراحت گفت که علمای سعودی از من پخته‌تر بودند، به این خاطر ماهیت ایران رو بهتر از من درک کردند و فهمیده بودند. و امروز یوسف قرضاوی که تا دیروز نظام ایران رو تایید می‌کرد، امروز در واقع در ایران دکتر یوسف قرضاوی به عنوان یک وهابی مطرح است، شخصیتی که در واقع یکی از میانه روترین یا بگم معتدلترین شخصیت های جهان اسلام، به ویژه که ایشون یکی از منادیان تقریب بین مذاهب بود و داشت در این جهت حرکت میکرد، ولی ما امروز میبینیم که کاملا عکسش ثابت شده. پس به طور خلاصه علت مخالفت ایران با جریان سلفیت این است که سلفیت به عنوان یک اندیشه اعتقادی توحیدی از روز اول روی مسائل اعتقادی حساسیت بیشتری داشتند و هویت ایران رو از روز اول شناخته بودند و از همون اول بنای مخالفت با نظام ایران و حکومت صفوی ایران گذاشتند. اما حرکت‌های اسلامی دیگر با توجه به اینکه روی فرق و مذاهب و مسائل فکری و اعتقادی کمتر کار کرده بودند مخالفت نمی‌کردند، اما امروزه خوشبختانه کل حتی سکولارهای سنی ما شما من یک سری موارد رو به عنوان نمونه ذکر می‌کنم. امروز در اتحادیه عرب چند روز پیش وقتی که آقای فیصل وزیر امور خارجه سعودی میخواست عرب‌ها رو قانع بکنه برای اینکه سوریه باید در واقع بهش حمله نظامی بشه، جمله‌ای که اونجا به کار برد گفت سوریه الان دیگه اشغال شده و تحت اشغال هست، تحت اشغال ایران هست، به این خاطر باید بهش حمله نظامی بشه. این اینو میرسونه که در دنیای عرب اساساً چه افراد مذهبی سنی و چه لیبرال‌ها و سکولارها به این نتیجه رسیدند که اساساً نظام ایران یک نظام توسعه طلب و نظامی خب. اشغالگر است. نکته دیگه می‌خواستم مطرح بکنم اگر اجازه بدید و اون این هست که امروزی که نظامی که در مصر حکومت می‌کنه، نظام کودتایی که در واقع در مصر داره حکومت می‌کنه، اینها هم اتفاقاً در بیانیه‌ای که دادن می‌خوان چون با اخوان المسلمین به عنوان یک حرکت مذهبی می‌خوان مخالفت بکنن، اتفاقاً وزیر کشورش گفته بود که دیگه اجازه نمی دهیم که مصر هم تبدیل به سوریش. ایران بشه، تبدیل به ایران بشه. جاره. بله، به خاطر این که
حتی سکولارها هم در واقع برای اینکه افکار عمومی داخلی خودشون رو قانع بکنن میگن بله میخوان بگن اخوان هم چیزی مثل ایران یعنی در واقع بیاره. ابزار تهدید ایران هست حالا ببینید امروز حتی مردم سوریه چرا به این روز افتادن 120 هزار نفر تا حالا کشته شده بعد از کشته شدن 120 هزار نفر آمریکا چرا میخواد به سوریه حمله بکنه اساسا اگر دخالت حزب الله در سوریه نمی بود و دخالت ایران در سوریه نمی بود آمریکا به سوریه حمله نمی کرد افکار عمومی در خب آیا این تداعی اون نمی کنه که الان ایران حزب الله حزب مقاومت هستن و آمریکا الان اینها رو به عنوان مقاومت ببینید اولا که حزب مقاومت نیست به دلیل اینکه سوریه 40 سال در دست رژیم بشار اسد بود عراق 10 سال هست که در دست شیعیان هست و محوری که اونها از اونها به عنوان محور مقاومت یاد میکنن یعنی عراق و ایران و سوریه شکل گرفته بودن مرز داشتن سرزمین‌های جولان در اشغال بودن اما چندین بار در سالهای گذشته سوریه توسط هواپیماهای اسرائیل بمباران شد ولی دریغ از این که سوریه حاضر بشه یک گلوله یا یک موشک به سوی در واقع اسرائیل شلیک بکنه در نتیجه روافض یا اون چیزی که ازش به عنوان شیعه امروز یاد میشه شما بیارید بگید در طول تاریخ اینها فلان سرزمین رو فتح کردن با یهود جنگیدن با نصارا جنگیدن اون چه که در طول تاریخ داشتن چه در دوران حکومت عثمانی و غیر عثمانی همکاری با یهود و نصارا آخرین مطلب دوست دارم اینو مطرح بشه به اون همین که به نظر شما با این هزینه هایی که داره الان نظام ایران علیه سلفیگری در برصد پیام در مجلس به طور علنی مطرح میشه و براش قرار برنامه‌ریزی دقیق بشه قرار براش کمیته های و کارگروه های مشخص بشه خب این در واقع مستلزم بودجه و هزینه هایی است که در این وضعیت بحرانی و فوق بحرانی کشور بایستی به این یعنی این موضوع اینقدر خطر داره که بایستی در این شرایط بحرانی بهش توجه بشه شما احساس میکنید خود ایران برای مبارزه با سلفیگری در ایران چه ابزاری استفاده خواهد کرد چه روش هایی در پیش خواهد گرفت و چه راهکارهایی برای سرکوب و برای مبارزه با وهابیت یا سلفیگریت اقدام خواهد کرد ببینید ایران اساسا نظر فکری و عقلانی و استدلالی در برابر اندیشه توحیدی که ازش به عنوان سلفی یا وهابی یاد میکنه کم آورده دچار مشکل شده ابزارهایی که استفاده کرده در طول 35 سال گذشته در واقع تجربه کرده ادعی رو اعدام کرده، ادعی رو شکنجه کرده، ادعی رو ترور کرده، مساجد رو بسته، مدارس دینی رو بسته، جلوی فعالیت‌ها رو گرفته، اما در واقع نتونسته کاری انجام بده. به همین خاطر همونطوری که شما اشاره کردید، اخیراً در کنار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر وهابیت رو هم در کنارش گذاشته. وگرنه از نظر عقلی و استدلالی سلفی هم یک جریان فکری است، حق حیات داره، حق زندگی داره، حق آب و گل داره در ایران. چه اشکالی دارد که همونطوری که یک در واقع شیعه یک نمیدونم یهودی یک نصرانی یک سنی سلفی یک سنی حنفی همه حق حیات دارن سنی های سلفی هم در واقع حق حیات داشته باشن ولی من فکر میکنم این تلاشش تلاش نافرجامی است فکر میکنه که با این اعدام ها امروز همونطوری که شما اشاره کردید 270 نفر از بهترین فرزندان این امت و موحدین امت در زندان رجای شهر کرج هستن فکر میکنه با این کار میتواند جلوی اندیشه توحیدی رو بگیره ایران فکر میکنه ببینید تمام شیعیانی که در واقع بزرگان شیعه که متأثر از فکر اهل سنت شدن در واقع مثل علامه برقعی، علامه قلمداران و دیگران از فکر توحیدی ابن تیمیه و ابن قیم متأثر شدن و ایران حق داره که بترسه و همین ترس هم اتفاقا من فکر می‌کنم باعث ریزش داخلیش خواهد شد. متشکرم استاد عبدالقادر تشبی. به عنوان آخرین سوال جناب آقای نجیب‌الله کابلی بحث گمان زنی ها حکایت از این داره که در واقع در این جنگی که آمریکا و ناتو در واقع در افغانستان صورت دادن بخش‌های افغانستان تقسیم شد بخش‌های مذهبی و فرهنگی به ایران واگذار شد و ایران فعالیت مذهبی و فرهنگی رو گسترده وزارتخانه‌های این بخش را در اختیار داره و بر صورت مسئول این اتفاق‌هایی که در واقع تفاهم‌هایی که با آمریکا در بی نتیجه رسیدن سوال مطرح میشه شما به عنوان فعالان سیاسی افغانستان به عنوان رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان در این بحران تهاجم فکر صفویسم به افغانستان بناها و عمران و گسترش سیستم فرهنگی صفویسم در افغانستان چه زمینه‌هایی چه راهکارهایی در پیش گرفتیم چگونه در واقع جلو این فرهنگ صفویسم رو در افغانستان خواهیم گرفت لازم است آیا خود ملت افغانستان با این فعالیت ایران در افغانستان راضی هستند
یا خیر ایران رو به عنوان یه دشمن میدونن؟ از زمانی که فعالیت های ایران در امور داخلی افغانستان امون قدر که زیاد شده، امون قدر مردم افغانستان مسلمان های اهل سنت به عقیده ایشان به توحید زیاد شده رفته. الحمدلله. ما مثال براتون پیشتر هم گفتم، امروز شما میبینین که دخترای جوان در کابل کلشان مردم های معاهد هستن، مردم های هستن که ایران شناسی میکنن، شیعه شناسی میکنن که از افغانستان چی میخواین. همین مداخله ایشان برعکس به ضدشان تمام شده. من میبینم درست است که مداخله میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اما برعکس از این اطور براتون نوید بتم که انشاءالله و رحمان مردم افغانستان روز روز متحدم شده میره، روز روز مردم فکری بسیار زیاد شده میره، مردمایی که مردمای توحیدی هستن زیاد شده میره. خود از این دیگه ضرورت به این نیست که من عجیب کابلی سازماندهی کنم یا دیگه کنم. خود ایران برعکس، ما یک چیز را کانزک میگیم، زمانی که خودکشی میکنه، گله کلوله میکنه، خودش در غار میره، او را دم غار کامد خودکشی میشه. فعلا در افغانستان همین حالت برش آمده. شما دیدین که در پانتون کابل مداخله کرد، شما میبینین که در دای محرم میاست یا پوش میکنه منطقه اهل سنت هم، اما یال مردم متنفر شده مانع از این کارایشان میشه. شما در ایران دیدین که مردم اهل سنت خیستن قیام کردن، در کابل شما دیدین که مردم اهل سنت خیست قیام کرد، کلی از عمل کرد غلط نظام ایران از امور داخلی افغانستان. انشاءالله و رحمان همی فعلا که من امرای شما صحبت میکنم، مولوی صاحب متوکل شاید صدای مرا ممیال در کابل بشنوه، یکی از عالمای بزرگ است که امروز تقریبا دا 12 مسجد در کابل رهبری میکنن، تمامش مردمای با فکر هستن، مردمای سلیفی هستن. امروز اون مردما که رشد میکنن به خاطر از این رشد میکنن که باور از با بالا جل جلاله هست، باور از با به قرآن خداست که کتاب خداست، باور از با به توحید هستن. جلو و از با را دیگه نه امریکا گرفته میتونه، نه ایران گرفته میتونه، نه کل پول نفت خودمون که در کابل مصرف کنه دیگه جلو از با گرفته نمیشه. به مو خاطر من فکر میکنم که من فعلا هم خیلی خوشحال هستم، هم خیلی خوشبین هستم، هم خیلی مثبت میبینم که انشاءالله و رحمان به می عمل کرده خود که فعلا هم در ایران دستور داده که شما مرگ به وهابیت هم بگوین، این فکر میکنم که مرگ پس دوچار گریبان خودشان میشه و مردم کلگی متحد میشه و انشاءالله ما برای مسلمان های جهان تبریک میگم که انشاءالله به اتحاد ما را روز در روز گسترده شده میره و انشاءالله علیه از این نظام جمان قرار میگیریم. متشکرم جناب آقای نجیب الله کابلی، رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان. و متشکرم از شما استاد عبدالقادر ترشابی، نویسنده مترجم. از شما جناب شاهدین برنامه بودیم، کمال تشکر دارم. میان برنامه خواهیم دید و باز خواهیم گشت. بخش دوم برنامه متعلق به شماست، باز خواهیم گشت.